همونطور که میدونید داخل ایران هم اکثریت جامعه شیعه هستن. بله بر این اصول خب طبیعتا منم شیعه هستم، و اینکه من داخل ایران هیچ وقت تفاوت واقعی بین شیعه و سنی رو نمیدونستم، اما چند وقتی است که تلویزیون شما و شبکه شما رو دنبال میکنم و میبینم که شما برخلاف این دین هستین. اما تا جایی که من میدونم واقعیت اسلام، واقعیت مسلمان بودن اینه که شیعه و سنی اولش خب وجود نداشته. خب اینو که شما خودتون میدونید نه نمیدونم، این طبیعتا. من خلافش را میدونم، این دروغه، این آه یعنی دروغ. اینم قبول ندارید؟ یعنی نه 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 پیامبر شیعه بودن یا طبعا سنی؟ حالا واقعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودشان شیعه 100% اثنا عشری بودن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوش کن، این حرف از کجا در آوردی که شیعه نبوده پیغمبر؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش فرمودند که پیروی بکنید از 12 امام، پیروی بکنید از امیر المؤمنین علیه السلام. اینی تارکون فیکم من نخطتم بهی لن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله و اتتی اهل بیتی. همون طوری که خودت فرمودی مطالعه ندارید، شما اصلا شیعه و سنی را، شیعه و مری را نمیدانید. لذا این شبکه را بیشتر نگاه بکنید، یک چند کتاب هم بخوانید در این زمینه نوشته شده تا بدانید که قضیه از چی قراره. همینطوری زورکی آمدی متخصص کارشناس شدی، میخوای به شبکه زنگ بزنی؟ بله شما، بله اون وقتایی که میری پیش آینه میشینی 3 ساعت خودت آرایش میدی که ابروها این چنین بشود، مژه ها این چنین بشود، بله این گونه ها باید سرخ بشه، لب ها باید قرمز بشه، درسته، پشت های چشم باید نیلگون بشه، 3 ساعت اونجا میشینی؟ یک روز 3 ساعت اونجا ننشین پیش آینه، 3 ساعت میشین برنامه را نگاه بکن تا بدانی قضیه از چه قراره، یا کتاب را باز کن، یا کتابی مطالعه بکن تا بدانی قضیه از چه قراره. بله حالا من کار زورکی، کارشناس شدم، کارشناس زورکی.